اختیار دوستان شما بیننده کورس ایمپلمنتینگ وایرلس نتورک هستین. دوستان در ویدیو قبلی ما بیسیک کانفیگریشن مایکروتیک راوتر رو بررسی کردیم و حال میریم در این ویدیو میبینیم که چطور یک مایکروتیک راوتر داشته باشیم، مثل که دو آی اس پی را امرایش کمک کنکت کنیم، یک شاز پرایمری و دیگه شاز بکاپ داشته باشیم. ای راوتر بورد که میبینید دوستان، راوتر بورد شاید 951 است. شما به این قسم راوتر بورد داشته باشین یا سی سی آر داشته باشین یا کلاود کور داشته باشین، شما میتونین که در یک پورتش آی اس پی اولا و در پورت دیگهش آی اس پی دوم وصل کنین، و یا هم میتونین که هر دو آی اس پی را لینکش با یک سویچ وصل داشته باشین. به این شکل هر دویش به این وصل باشه و از این یک کیبل شما بیارین در یکی از پورت های راوتر بورد وصل کنین. باز شما میتونین که در این پورت هر دو آی اس پی را آی پی ایش را کنفیگر کنین و یکش از پرایمری و دیگش از سیکندری لینک استفاده کنین. زمانه که یکیش داون میشه اوتومات دیگهش اپ میشه. دوستان ای نوت را که میبینین، ببینین ای آی پی ادرس هایی که ما داریم از آی اس پی 1 و همچنان ای از آی اس پی 2. آی اس پی 1 ما 192.168.20.2 و آی اس پی 2 ما 192.168.254.252 با سابنت ماسک 24/24 و دیفالت گیتوی از 20.1 و از 254.251 و از هر دو آی اس پی ما دیفالت گیتوی شان از DNS سرور استفاده میکنیم. و حال میریم به طرف کنفیگریشن. در این ویدیو هم ما ورچوال ماشین استفاده میکنیم. راوتر که ما داریم فلحال کدام کنفیگریشن نداره. میریم از شروع کنفیگریشن میکنیم، میریم در ادرسیس آی پی آی اس پی اولا کنفیگر میکنیم. پورت هایی که ما داریم جمله 5 دانه پورت هست دوستان. در پورت یک آی اس پی 2 اصل است، ما میتونیم که را نامگذاری کنیم ISP2 و همچنان در پورت 5 ISP1. ما میتونیم یکی از این پورت های باقی را از الان لوکال ایریا نتورک استفاده کنیم و یا یکیش از لوکال ایریا نتورک استفاده کنیم. و حال آی پی را کنفیگر میکنیم آی اس پی 1. آی اس پی 2 و همچنان یک آی پی را اساین میکنیم به خاطر لوکال ایریا نتورک ما یا لن. آی پی اساین شد، حال ضرورت است که ما DNS را کنفیگر کنیم. آی اس پی 1 DNSش 2 DNSش و یا هر DNSی که به شما ISP پروواید کرده باشه شما میتونین که امو DNS استفاده کنین. مثل که ما میتونیم اینجا IP گوگل هم اساین کنیم و یا دیجا میتونیم DNS اوپن DNS هم اساین کنیم. آی پی را اساین کردیم، DNS اساین کردیم و حال ضرورت است که ما راوت
اساين کنیم. آی پی آی را که ما اساین کردیم، آی پی لان ما، آی اس پی وان ما، آی اس پی تو ما، تمامشان ببینید ریچیبل است. حال یک راوت اساین میکنیم، کنفیگر میکنیم به خاطر آی اس پی اول ما یا دیفالت گیتوی شه ما اینجا کنفیگر میکنیم. ادمنستریتیو دیستنس از این اوتومات اگر ما نتیم خودش یک اساین میکنه و یا هر چیزی که ما خواسته باشیم میتونیم ایره ده اساین کنیم. حال که ما راوت هم کنفیگر کردیم میبینیم که ما از طریق از این ISP وان ما به انترنت رسیده میتونیم یا خیر. بله ما گوگل پینگ کرده میتونیم. ولی از ویندوز 7 ما چیز پینگ کرده نمیتونیم. چون ما لوکل ایریا کدام کنفیگریشن فلحال نکدیم جز ای که ما IP را کنفیگر کدیم. ولی ما نتا کنفیگر نکدیم. و DCP هم نداریم که این کمپیوتر ما اوتومات برش IP اساین شوه. حال میریم DCP سرور ستاپ میکنیم ده لان به خاطر که ما دیجا IP دریافت کنیم ضرورت است که ما لوکال ایریا نتورک خدا یک بار انیبل دیسیبل یا IP config slash release renew کنیم تا که ما IP دریافت کنیم از DCP سرور. IP را ما دریافت کردیم ولی هنوز هم ما انترنت در PC ما انترنت نداریم. چون که ما نتا کنفیگر نکردیم. ضرورت است که ما در این راوتر خود نتا کنفیگر کنیم. فایروال نت اوت انترفیس ما میتونیم که ISP 1 هم بگیریم ولی چون ما دو ISP داریم ضرورت است که ما آل اینترنت تمام پورت ها را ما دیجا داوت انترفیس بگیریم که شمول از این ISP 1 و همچنان ISP 2 میشه. اکشن ماسکرید ببینین و زمانی که ما نتا کنفیگر کردیم حال ما در ای پی سی هم ما میتونیم گوگل پینگ کنیم. فلحال انترنت ما از طریق ISP 1 کار میکنه چون ما صرف راوت ISP 1 انداختیم و ادمنستریتیو دیستنس شه ده انداختیم. حال اگر ما خواسته باشیم میتونیم که ISP دور هم راوت شایجه کنفیگر کنیم یا دیفالت گیتوی شه. ادمنستریتیو دیستنس راوت قبلی ما ده بود ما میتونیم میره 11 پرتیم یا از او هر قدر که بالا میپرتیم ای راوت ما هزه سیکند راوت میشه از بکاپ راوت میشه زمانی که ای ISP 1 ما داون میشه اوتومات ISP 2 ما اپ میشه چون ادمنستریتیو دیستنس از ای 20 است و از ای 10 است. اگر ISP 1 ما انترنتش قطع شود
ببینین اعتماد دوستا صرف ما یک پکیت ما ریچیبل شد دوباره انترنت ما اپ شد و راوت ما ببینین اعتماد ISP دوی ما اپ شد و ISP وان ما داون شد دوباره اگر ما ISP وان خود اکتیف میکنیم اینجا ببینین اوتومات ISP وان ما ببینین در ردیف اول قرار گرفت و از اکتیف راوت شد خود دوستا دمی اسنا انترنت ما قطع شد و حال میبینین که راوت اولی ما ISP وان ما از پرایمری راوت است یک بار دیگه هم ببینین دوستا زمانی که ما ISP وان این اکتیو میسازم یا فکر کنین که داون میشه از طرف ISP اوتومات ISP اولی بجایش قرار ISP دومی بجایش قرار میگیره و ISP اولی انریچبل میشه دوباره ISP پرایمری اگر اپ میشه ISP پرایمری ریچیبل میشه دوستایی بود ویدیو امروزی خدا کنه که خوش شما آمده باشه اگر خوشتان آمده با دوستایتان هم شریک بسازین چینل ما را سبسکرایب کنین و با دوستایتان هم شریک بسازین تا ویدیوی بعدی خدا حافظ